با درود و شادباش های نوروزی. نوروز در گردنه های سخت تاریخ کشورمان آخرین تکیگاه ملت ما بوده، ما ملت کهن. این خاک پاک در طول تاریخ هزاران ساله زمستان های تاریک و پر از غم و رنج و تباهی بسیاری دیده، اما سرنای نوروز حتی در سخت ترین روزها نیز همواره گرما بخش قلوب ملت سرزمین اهورایی بوده و نفید بخش پایان زمستان. چنانکه فرهنگ ناب و پرعظمت ایرانی ققنوسوار همواره از خاکستر خود برخواسته و بهار و روشنایی را با خود به ارمغان آورده. بزرگان در درازای تاریخ به ما آموختند که تنها راه نجات ما چنگ زدن به ملی‌گرایی اصیل ایرانی بوده و هست. در این روزگاران نیز که مام وطن در رنج و سرما و تاریکی است و نزدیک نیم قرن است که زیر بهمن فاجعه بار مرتجعین اسیر گشته، به حکم سرو قامتان خاک پرگوهر بیش از گذشته به پاسداشت سنت‌های ملیمان تکیه می‌کنیم. ای اهورای ایران زمین، درود ما را نثار کن به بزرگان تاریخ. تاریخ این سرزمین که در آبیاری درخت جاودان ملی‌گرایی ایرانی سهیم بودند. ای اهورای ایران زمین، درود ما را به فرزندان نیک سرشت این سرزمین که در طول هزاره ها برای حفظ و کیان سعادتمندیش خونهای پاک خیش را فدا کردند تقدیم کن. ای اهورای ایران زمین، درود ما را به جاوید نامان انقلاب ملی در سالی که گذشت نثار کن و به خانواده های داغدارشان آرامش و صبر عطا کن. ای اهورای ایران زمین، حافظ قهرمانان اسیر در چنگال ضحاک باش و به خانواده های آنان استواری بیش از پیش عطا گردان. ای اهورای ایران زمین، به همه ما سربازان نگهبان فرهنگ و هویت اصیل ایرانی که در طی ماه‌های گذشته در مقابل تمامی دشمنان این سرزمین ایستاده ایم، نیروی مضاعف ببخش تا بتوانیم بر این اشغالگران پیروز شویم. اهریمنان سرخ بی وطن، گرگ‌های تجزیه طلب در کمین نشسته و عروسک‌های حقیر خیمه شب‌بازی جهان استعماری، یک جا باید بدانند که بر آنان فائق خواهیم آمد و این سرزمین را به جایگاه راستینش و آنچه لیاقتش را دارد باز خواهیم گرداند. نوروزتان پیروز، هر روزتان نوروز. درود خدمت شما خانم نوشید و همچنین بینندگان و شنوندگان برنامه های شما. فرصتی شد تا به این وسیله شادباش های نوروزی رو خدمت هممیهنان گرامی، ایرانیان، فارسی زبانان، کسانی که نوروز رو در منطقه تاریخی و فرهنگی ایران جشن میگیرن شادباش بگم. نوروز جمشیدی، نوروز باستانی و سال نو ایرانی به همه هممیهنانم فرخنده باد
امیدوارم در سالی که در پیش داریم با همه امیدها و آرزوها بهترین ها روبرو خواهیم شد، بشویم. در سالی که گذشت متاسفانه یکی از بدترین سالهای زندگی ایرانیان به ویژه پس از انقلاب اسلامی سال 57 بود. در این سال در عرض چند ماه تعداد زیادی از جوانان بیگناه ما کم سن و سال در خیابونها به دست رژیم جمهوری اسلامی کشته شدند، شکنجه شدند. ده ها هزار زندانی بود که خودشون اعلان کردن چند روز پیش که قرار هزاران نفر رو بهشون عفو بدن، بخشش بدن. به هر حال به هیچ عنوان سال خوبی نبود برای مردم ایران، چه در درون کشور و چه در خارج از کشور، به ویژه برای خانواده هایی که عزیزانشون از دست دادن. متاسفانه اوضاع کشور ما 44 ساله که به عناوین مختلف به ترفندهای مختلفی که هر روز شاهد اون هستیم، یک جو و فضای سیاسی متاسفانه باز بگم ناسالمی برقرار شده. از یک طرف رژیم با عدم مدیریت، بیلیاقتی ها و احکامی که خودش رو دست و پاگیر کرده به این شدت می افزاید و از طرف دیگر باز شوربختانه کسانی که دم از دایه مخالفت و مبارزه با جمهوری اسلامی رو دارن کمتر از اونها نیستن. از نظر فساد، تباهی، توطئه، وطن فروشی و مردم پاک باخته ما، کسانی که واقعا دلشون با حال میهنشون و مردمشون میسوزه، در این دوراهی سرگردان ماندن و یکی از دلایلی که در طول این 44 سال گذشته نه این رژیم تونسته خودش رو درست کنه و نه اینه که این مخالفینی که مدعی براندازی این رژیم هستن خودشون رو درست کردن و هیچ طرح و نقشه و برنامه هم ندارن. رژیم هم از داخل هیچ طرح، برنامه، نقشه برای بهبودی وضع مردم نداره و بنابراین شوربختانه باید گفت که با همه این آرزوهای خیرخواهانه که همه ایرانیان برای کشورشون هر ساله به بهانه نوروز انجام میدهند، ما امسال هم در سال آینده هم گرفتار سختی ها، دشواری ها و مشکلاتی خواهیم بود، بلکه بیشتر از سالهای گذشته. و بیاییم به خودمون دروغ نگیم و با یک پیام نوروزی همه چیز رو سر تاش به هم نیاریم. نه، اوضاع احوال کشور ما هم از نظر بین المللی هم از نظر موقعیتی که در منطقه داره به شدت آسیب دیده، به شدت شکننده و ضعیف شده است. نگاهی به این هیاهوها و تبلیغاتی که در رابطه با رفت آمد رؤسای کشورها یا گفتگوهایی که انجام میشه این گوشه دنیا نکنیم. وضعیت میدانی و به اصطلاح واقعیات میدانی ایران، مردم ایران، خیلی خرابتر و وخیمتر از این وعد و وعیدهایی است که داره داده میشه از هر دو سو، از هر چند سوی که شما در نظر بگیریم. اینجاست که مردم ایران بایستی به فکر این باشن که به فکر خارجی نباشن. خارجی هیچ کمکی به کشور ایران، به مردم ایران نخواهد کرد و اصلا نمیتونه این کمکی را هم انجام بده. برخی چشمشون سالهاست به حمله اسرائیل و حکومت اسرائیل دوخته شده، ولی اگر خوب دقت بکنید میبینید که در پیام‌های رهبران اسرائیل چیزی به نام منافع ملت ایران یا دموکراسی برای ملت ایران اصلا مطرح نیست و اونها به زبون خیلی روشن واضح میگن که
اگر خطری اسرائیل و موجودیت اسرائیل و مردم اسرائیل رو تهدید بکنه، اونها واکنش نشون میدن و به ایران حمله میکنن و غیر از این هیچ چیز دیگری نیست. بقیه کسانی هم که در گوشه و کنار دنیا در 6 ماه گذشته نشون دادن با همه شدت و حدتی که از مردم ایران پشتیبانی تبلیغاتی کردند و گاهن سیاسی، ولی همش ختم شد به اینی که چند تا عکس یادگاری با چند نفر بیندازن به عنوان اپوزیسیون ایران و فاندهایی رو آزاد بکنن برای اینها که اینا سرشون گرم باشه به این تبلیغات و پشت پرده آنچه که بایست اینها با یکدیگر ساخت و پاخ کنن، یعنی منظورم با رژیم جمهوری اسلامی است. امیدوارم که این پیام رو هم میهنان ما به اون زبون شاید تند و خیلی ناملایمی که من دارم میگم و بسیاری رو ممکنه نگران کنه و بسیاری رو خشمگین کنه که چنین پیامی رو برای نوروز کسی نمیفرسته، ولی من همیشه عادتم بوده که ما باید واقعیات رو به مردممون انتقال بدیم تا مردم ما بتونن با اتخاذ روش های خردمندانه به اون شادی درونی و اون نشاط و عید و سروری که بایستی برگزار بکنن برسن. تزریق تفریح و شادی و خوشحالی و امید و از بزرگ شما اینها جز تزریق توهم، خیالات و فریب دادن مردم نیست. ولی با این حال امیدوارم که زندگی برای همه که هم میهنان ما به خوبی ادامه داشته باشه. امیدواریم یک گشایشی بشه از نظر اقتصادی. مشکل اصلی و اولیه مردم ما مشکل اقتصاد است و بعد سختگیری های اجتماعی که در جامعه ایران بیش از 44 ساله که برقراره. این حکومت به نام احکام اسلامی هرچه زودتر بایستی دست از سر مردم ایران برداره. وضعیت اقتصاد ایران بایستی دوباره بهتر و شکوفا بشه تا مردم ها بتونن در یک محیط آرام با آرامش خیال و آسودگی اصلا بدونن که چه کار میخوان انجام بدن، وگرنه به امید خارجی نشستن که امروز یا فردا کسی خواهد آمد یا امام زمانی، حالا این امام زمان از خارج باشه یا داخل ایران باشه، از جمکران باشه یا واشنگتن و تل‌آویو باشه، هیچ دردی رو از مردم ما دوا نخواهد کرد. خیلی هم از شما سپاسگزارم خانم نورشید که در سال گذشته بسیار زحمت کشیدید با تنظیم و اجرای برنامه های آگاهی دهنده و سرشار از اطلاعات و اخبار درست و واقعی تا جایی که در امکان شما بوده و امکان مهمانان شما به عنوان کارشناس، تحلیلگر، سخنران، هر چی که اومدن، توانستید با امکانات بسیار کم در حد بیش از چند برابر امکاناتی که خودتون داشتید این کار رو به ثمر برسونید. امیدوارم باز هم با ادامه روش اخلاق و اخلاق روزنامه نگاری، اخلاق نیکوی روزنامه نگاری سعی کنید از تمام این پلیدی ها و پلشتی هایی که در رسانه ها داریم میبینیم شما لااقل دوری کنید و در کارتون موفق و پیروز باشید. سپاسگزارم آقای دادرس. ما هم این فرصت رو غنیمت می‌دونیم، به شما و خانواده محترمتون سال نو رو پیشاپیش تبریک میگیم و براتون آرزوی شادی و سرسبزی و سلامتی داریم. با سلام و درود، عید شما مبارک باشه. امیدوارم در سال آینده ایرانیان بالاخره بعد از 44 سال به آرزوی دیرینه خودشان برسن و اون اینکه از شر آخوند راحت بشن. امروز هرچند که در داخل ایران جنبشی شروع شده که دیگه خاموش شدنی نیست،
این جنبش واقعا به قدری جهانگیر شده که افتخاری برای ما ایرانیان شده، چون ما همیشه سرکوفت می‌خوردیم از تمام دنیا که شما نمی‌تونید بلند شید و در مقابل این ظلم و ستم خود از خود چیزی نشان بدید. ولی واقعا این جنبش که متعلق به جوانها و خانمهای ایرانی هست، واقعا امسال سال نو برای همه ما مبارک کرده، چون هر سالی ما با یک غم و اندوهی بودیم که گرفتار هستیم و نمیتوانیم از شر آخوند راحت بشیم. ولی این روشنایی که خانمها و جوانهای ما از 6 ماه پیش به ما نشان دادند، میتوان گفت که امسال سال خوشبختی و سال روشنگری و سال رسیدن به تمام آرزوهای ما ایرانیان هست. من واقعا خوشحال هستم که در خدمت شما هستم خانم نوشید، و رادیو جوانان امروز همیشه در این طول مدتی که من باشون همکاری داشتم نمونه یک رسانه‌ای بودند که می شود گفت با ارتباطی که با جوانان و خانمها در ایران داشتند در این موفقیت سهیم هستند، و امیدوارم که ما به زودی همدیگر در ایران ببینیم. متشکرم. خانم نوشید، با درود و سلام فراوان خدمت شما و همه بینندگان و شنوندگان و مخاطبین برنامه رادیو تلویزیون شما، اگرچه در این شرایط سخت مراسم سوگواری یکی از پیشروندان نزدیک خود هستم، ولی در هیچ شرایطی کشور و ملت خود را فراموش نکرده و نمی کنم، و به همین مناسبت سال نو را به همه هموطنان عزیز و شنوندگان و بینندگان و شما در برنامه جوانان امروز آرزو می کنم برای همه هموطنانم و کشور که همیشه و در همه سالها موفق و سلامت و خوشبخت بوده و باشند. و از این رو از شما هم متشکریم که تلاش خود را در جهت بهزیستی کشور و آینده کشور نثار میکنید. با سپاس از همه شنوندگان و بینندگان و شما و دوستداران ایران متشکرم. آمد و عید آمد، وان بخت سعید آمد، برگیر و دهل میزن کان ماه پدید آمد. سال جدید میاد، دنیا منقلب میشه، فصل منقلب میشه، انسان ها منقلب میشن، انقلابی در طبیعت فراهم میشه. باز در سال جدید عید آمد و عید آمد، برگیر و دهل میزن. اون دهل زدن با استعاره و سون که بهش نگاه بکنیم، اون کاری است که ایرانی ها 6 ماه کردن، بیش از پیش، با منقلب شدن، با انقلاب کردن، با انقلابی شدن. دهلی که زدن، دهل ساز خوشحالی، ساز خوشوقتی، ساز خوشبختی در مبارزه با ظلم، در مبارزه با تمام این فجایعی که ظرف این بیش از 4 دهه ما شاهدش بودیم. اینها شادی آفرینه، اینها خوشوقتی زا هستش واسه انسان، انسانی که احتیاج داره به امید، احتیاج داره به روز نو، احتیاج داره به روز شاد. شاد میکنیم روزمون رو، نو میکنیم روزمون رو در این موقعیتی که برامون فراهم شده واسه اول سال، برای روز اول بهار که طبیعت عوض میشه و سال جدیدی شروع میشه. اون ساز و دهل زدنمون رو که ظرف 6 ماه گذشته به تمام دنیا با افکار عمومی درآمیخته ایم و نشان دادیم که روز نوعی رو ما ایرانی ها میخوایم برای خودمون بسازیم، به اون ساز و دهل زدن اضافه خواهیم کرد به صورت کیفی، به صورت کمی، و با همدیگه در ساختن سرنوشت های خوب و خوبتر همسازی و همسویی و همکاری خواهیم کرد، با عشق، با محبت، با دوستی، با رواداری.
امیدوارم که سال نو رو برای خودمون، ایرانی ها برای خودمون، یک سالی فراموش نشدنی در تاریخ معاصر، بلکه در تاریخ دور و طولانی ایرانیان، با گذار از ولایت مطلقه به جمهور، به ولایت جمهور مردم و جمهوری سپری کنیم. روز نو بر شما پیروز. سلام دارم خدمت همه بینندگان و شنوندگان رادیو جوانان امروز. من هم قبل از نوروز سال نو به همه ایرانیان و مردم ایران تبریک میگویم و آرزوی سرنگونی رژیم استبدادی جمهوری اسلامی در آینده ایران دارم، برای زندگی بهتر برای فرزندان ایران و صلح در منطقه و در جهان، و آرزوی ایرانی رنگین کمان دارم در یک چارچوب حکومت قانونی و دموکراسی و آزادی و جدایی دین از حکومت دارم برای مردمان ایران. ابتدا با درود به شما بانو نورشید گرامی و همچنین بینندگان و شنوندگان شما، سال نو ایرانی رو به همه دوستان و هممیهنان و همه فارسی زبانان شادباش میگم، و با همین که این امسال حتی مثل سالهای پیش چندان مناسبتی برای جشن و غیره نیست، اما اونطوری که در تواریخ سیستان آمده، زمانی که قتیبه به سیستان حمله میکنه بعد از اون کشتارها و غیره، یک پیرمرد که سازی میزده در میان کشته ها میگشته و گریه میکرده و در این حال میگفته که با این همه غم در خانه دل اندکی شادی باید که گاه نوروز است. برحال برای پاسداشت این رسم و این آیین باستانی در برابر اونهایی که میخوان مردم ایران رو به اصطلاح از شادی ها دور بکنن، در حال این رو به همه ایرانی ها و همچنین فارسی زبانان سراسر جهان شاد باش میگم. درود بر همه هممیهنانم. من ناصر پاکنژاد هستم و یک فعال سیاسی. فرا رسیدن خجسته نوروز، این عید باستانی رو با بهترین آرزوها به همه شما و به همه نوروز باوران شادباش میگویم. یکی از سنت‌های زیبای نوروز، دیدار با فامیل و دوستان و عزیزانی است که در طول سال به خاطر مشغله‌های فراوان زندگی امکان دیدار با آنها میسر نمی‌شود. این دیدارها می‌تواند موجب همدلی‌ها و تقویت دوستی‌ها و محبت‌ها میان هم شود، و این همان چیزی است که ما ایرانیان برای برچیدن رژیم ضد ملی، ضد مردمی حاکم بر ما ایرانیان شدیداً به آن نیازمندیم، چون تنها امکان رهایی و نجات ایران و ایرانی و استقرار تضمین شده آزادی و دموکراسی در اتحاد و همبستگی همه ما ایرانیان می باشد. و برای تحقق این مهم هم باید نخست این را بپذیریم که همه ما ایرانیان با هر قومیت یا جمعیتی که هستیم و با هر باور و جایگاهی که در اجتماع داریم، جزی از یک خانواده بزرگ با نام خانوادگی ایرانی هستیم و هویت مشترکی با هم داریم. باید این را بفهمیم که این رژیم منافع مشترک همه ما را برای رسیدن به زندگی بهتر، آسوده و مطمئن‌تر، یعنی برای دستیابی به امنیت، رفاه، عدالت و برابری، آزادی و پیشرفت، صلح و دوستی و وحدت ملی و استقلال به خطر جدی انداخته است.
و درد مشترکی هم از این بابت با هم داریم و این راه هم بدانیم راه رهایی و نجات همه ما و رسیدن به ایرانی آباد و آزاد چیزی به جز همبستگی با هم برای استقرار حاکمیتی که بتواند تامین کننده منافع ملی یعنی تامین کننده منافع فرد فرد ما ایرانیان باشد راه دیگری نیست. ما می توانیم با ایجاد ساختار کنترلی قابل تضمین بر اداره امور کشور در فردای ایران دیگر اجازه ندهیم هیچ کسی با وعده‌های پوچ و آب و برق مجانی و یا اتوبوس مجانی بر قدرت بنشیند و استبداد و دیکتاتوری را به ما ملت تحمیل کند. ما می توانیم آزادی و دموکراسی تضمین شده را برای به دست آوردن حق انتخاب و آزادانه همه ما ایرانیان را در تمامی انتخابات آزاد، سالم و منصفانه برای تعیین سرنوشتمان در چارچوب ایران عزیزمان بدون هیچ نگرانی برقرار کنیم تا به واقع شرایط رسیدن به داشتن ایرانی آباد و آزاد و سربلند در جهان را فراهم کنیم و تبدیل به کشوری با اعتبار جهانی برای برقراری صلح و دوستی میان دیگر ملت‌های جهان شویم. به هر حال ما ایرانیان همه زنجیروار و هم وصل هستیم و نباید بگذاریم این زنجیر از هم گسسته شود. ایران و آزادی این دو کلید واژه‌های رهایی و نجات همه ما ایرانیان برای رسیدن به زندگی بهتر، آسوده و مطمئن‌تر همه ما ایرانیان است. هیچ زمستانی ماندنی نیست. همه ساله بختتان پیروز باد. همه روزگارتان نوروز باد. زنده باد آزادی، پاینده ایران، نوروزتان پیروز باد.